خب بریم ببینیم به کدوم جواب بدیم. چهار رو جواب دادیم به همین سادگی، ببینیم کدوم رو جواب بدیم. دو ای یک رو جواب ندیم. سه چی؟ دو رو جواب بدیم. چرا؟ نگاه کنید گزینه هاش کوتاه‌ترن، خب راحت‌تر میتونیم به جواب برسیم. ببینید عزیزان اینجا دقیقاً کلیدش مشخصه. According to the reading، بر طبق متن، most people who didn't attend a university، بیشتر آدمایی که یه دانشگاه رو چیکار نکردن، attend نکردن. میگید attend یعنی چی؟ خب خیلی ساده است، آنالیز بکنید. مردم معمولاً دانشگاه رو چیکار میکنن؟ معمولاً دانشگاه رو میرن دیگه. خب بیشتر کسایی که به دانشگاه نرفتن، attend یعنی رفتن. بیشتر کسایی که میگید سخته، باور بکنید سخت نیست. اونجا قشنگ میتونید ذهنتون از ذهنتون کمک بگیرید جواب بده بهتون. خب بیشتر کسایی که به دانشگاه نرفتن چی؟ یک، wish they had done so، آرزو میکنن که رفته بودن دانشگاه. آیا این منطقیه یا غیر منطقیه؟ کاملا منطقیه. تمام دانشگاه نرفته ها آرزوی رفته دانشگاه رفتن دارن، امکان نداره. میبینید طرف 60 سالشه ها، خب میره کنکور میده که بره دانشگاه، 70 سالشه داره کنکور میده بره دانشگاه، کاملا منطقیه. دو، are happy having done so، خوشحالن که نرفتن دانشگاه. سو یعنی همچنین، خوشحالن که نرفتن دانشگاه، منطقیه؟ نه، حذف. had the opportunity to find a job، opportunity رو چیکارش کنیم؟ واژه ناشناست. خب یا آنالیز کنید یا ولش کنید. الان گزینه یک کاملا منطقی جلوه کرده دیگه. خب چی داشتن که کار پیدا بکنن؟ معمولا کار پیدا کردن چی میخواد که آدم داشته باشه؟ میگید من نمیتونم آنالیز بکنم. باشه، من جای شما، بلد نیستیم، ولش کنید. چهار رو بخونید. couldn't find interest in attending university، یعنی چی؟ اونایی که نرفتن دانشگاه علاقه نداشتن برن دانشگاه. بیشتر آدمایی که نرفتن دانشگاه علاقه نداشتن برن. واقعا اینجوریه؟ ابدا. معذرت میخوام، اجازه بدید از یه اصطلاح عامیانه استفاده کنم. همه تو کف دانشگاه هم، واقعا طلبه دانشگاه هم، همه میخوان برن دانشگاه، یه واقعیته. خب پس اینم نیست. خب عزیزان کاملا دیگه مشخص کدوم گزینه است دیگه. گزینه یک، آرزو داشتن که برن دانشگاه. حالا گزینه سه رو رها نکنیم، چون الان وقت داریم، توی کنکور این وقت رو نداریم، الان این وقت رو داریم. میگه چی؟ این چی رو داشتن که کار پیدا بکنن؟ کار پیدا کردن، نرفتن دانشگاه. معمولا کار پیدا کردن چی میخواد؟ شانس میخواد، فرصت میخواد، موقعیت میخواد. opportunity یعنی شانس، فرصت، موقعیت. در حالی که واقعا دیدید به در نخورد. میبینید چه راحت به گزینه یک میشه رسید. خب کدوم رو جواب بدیم؟ سه رو جواب میدیم. ببینید هنوز به یک نرسیدیم. چرا؟ چون یک نسبت به بقیه سخت‌تر بود. according to the passage، بر طبق متن، the open university is an opportunity، بازم opportunity. میبینید حالا اصلا بلد نیستیم. The open university is چی for those who، دانشگاه چی؟ open، دانشگاه open چی هست اصلا؟ خب ببینید دانشگاه باز، الان اونم خواهیم فهمید که دانشگاه باز چیه. میگه دانشگاه باز، حالا دانشگاه باز نیست، خواهیم گفت چیه. دانشگاهی که بازه یعنی چی؟ درش بازه به روی همه. خب حالا چجور دانشگاهی؟ یه مشخص میشه، یک opportunityه برای اونایی که خب چی؟ میخوان تلویزیون تماشا کنن، برنامه تلویزیونی تماشا کنن. شما رو به خدا خنددار نیست؟ یعنی چی آخه؟ برن تو دانشگاه برنامه تلویزیونی تماشا کنن، خب بشینن تو خونه تماشا کنن دیگه. میبینید این نیست. don't like studying at university، دوست ندارن تو دانشگاه درس بخونن. آخه بابا توی قبلی ها که به نتیجه رسیدیم، اصلا بذارید بحثشو نکنیم، غیر منطقیه. have completed their university but still unemployed، دانشگاهشون رو تموم کردن اما هنوز بیکارن. هنوز بیکارن میرن تو open university که کار پیدا بکنن. ببینید تو رو خدا چقدر غیر منطقیه. پس قطعا گزینه چهاره. چرا سه تا گزینه اصلا منطقی نبودن؟
want to go to university. میخوام برن دانشگاه. But have no time to do that. اما وقتشو ندارن. خب ببینم حالا مشخص میشه open university یعنی چی. میخوان برن دانشگاه اما وقتشو ندارن. کدوم دانشگاهه؟ دانشگاهاییه که به صورت چی برگزار میشه؟ به صورت آنلاین الکترونیک برگزار میشه. اوکی آنلاین یونیورسیتیز. وقت ندارم برم دانشگاه، اوپنه، توی خونه میشینن درس میخونن. میخواید مطمئن تر بشین دقت بکنید، خواهش میکنم. With the opening of the open university, people are now able to take a university degree for the courses are specially designed so that you can study at home. دقت بکنید خواهش میکنم، توی سطرهای 4 و 5 همین متنه میتونید راحت توی متن یک کلیک بک بزنید. خب برید و ببینید. میگه with the opening of the open university، با گشایش دانشگاه اوپن یعنی همون دانشگاه آنلاین، you can study at home، شما میتونید تو خونه درس بخونید. اون کدوم دانشگاهی که شما میتونید تو خونه درسشو بخونید؟ دانشگاه های آنلاینه دیگه. خب دانشگاه های آنلاین چی کار میکنن؟ این فرصت رو ببینید، اون فرصت رو برای ببینید، اینا دقیقا کمک میکنن همدیگه رو پیدا بکنید. این فرصت رو به بقیه میدن که میخوان برن دانشگاه اما وقتشو ندارن. خب میشنن توی خونه عصرها شبها که از سر کار برمیگردن درس میخونن. ممکنه بگید ای بابا این همه ماجرا رو شما میگید ما توی 4 دقیقه تموم بکنیم. توی 4 دقیقه باید تموم بکنید عزیزان، ما اینجا داریم توضیح میدیم به شما و این همه زمان میبره. شما توی کنکور چیکار میکنید؟ اینو در عرض 3-4 ثانیه میتونید بخونید. اینا رو میتونید جمعش رو توی چقدر بخونید؟ اینو میتونید جمعش رو در عرض 20 ثانیه یه نگاه بکنید ببینید کدوم از نظر منطقی بهتره، همون رو انتخاب بکنید. اگه شک کردید برید سراغش، کاملا مشخص میشه. سوال شماره 3، سوال شماره 3 قاعدتا کجای متن باید باشه؟ آخر ماخرها، نزدیک آخرهای متن باید باشه. و بالاخره پرسش 1، according to the passage، بر طبق این متن، the open university، اون دانشگاه آنلاین، اون دانشگاه باز، خب hasn't had many students so far، تا حالا دانشجوهای زیادی نداشته. نداشته واقعا؟ دانشگاه آنلاین دانشجوی زیادی ندارن، هر کسی میتونه دانشجوی این دانشگاه بشه، پس غیر منطقیه. is not open to the people who don't want to go out of their house، برای کسایی که دوست ندارن از خونشون برن بیرون باز نیست. فقط اونایی میتونن توی دانشگاه باز، توی اون دانشگاه آنلاین درس بخونن که میتونن از خونشون برن بیرون. شما رو به خدا، خنده دار نیست؟ 3. has proved that it is more advantageous than other universities. وای نفهمیدی چرا؟ چون پرووم داره، ادوانتجز هم داره. خب نمیتونیم بفهمیم اما میتونیم آنالیز بکنیم. خب پروف کرده یعنی چی؟ امتحان شده، ثابت شده که نسبت به دانشگاه دیگه چیه؟ ادوانتجزه. نمیدونم ادوانتجز رو از واژه آوانتاژ میتونید بگیرید، از اون چیزایی که دوروبرتون شنیدید و میتونید استفاده بکنید. خواهش میکنم، شما توی ورزش آوانتاج میگیرید از این اون؟ ادوانتج، آوانتاج میگیرید یعنی نسبت به بقیه چی داره؟ آوانتاج داره. توی بازی فوتبال آوانتاج نمیدن؟ شما میگید یه آوانس بده ما باید یه دست مثلا پینگ پونگ بازی کنیم، خب چون طرف قوی تره. همونه دیگه عزیز من، آوانتاج، ادوانتج. خب حالا اصلا نگیریم آوانتاژ، اونجا یادتون نیفته. نسبت به دانشگاه‌های دیگه چی تره؟ دانشگاهی که بازه، دانشگاهی که آنلاینه. خب بهتر میشه، راحت‌تر میشه توش درس خون دیگه. 100% مثبته، منفی نیست. مور داره. اگر منفی بود به جای مور چی میذاشت؟ لس میذاشت. اینا رو دقت بکنید. 4. doesn't have a long historical background. خب تاریخ پس زمینش، متوجه شدید؟ بک‌گراندش، تاریخش خیلی طولانی نیست، جدیده. اونجا گفت نیو یونیورسیتی، جدیده. خب جدیده. But certainly، اما مطمئنن has the advantage، از همین advantage اصلا نگیریم. خب
میتونه providing education to more people برای آدمای بیشتری چیکار بکنه؟ آموزش رو فراهم بکنه. آیا این میتونه منطقی باشه؟ خیلی قدیمی نیست، اما برای آدمای بیشتری تونسته چیکار بکنه؟ آموزش رو فراهم بکنه. منطقی نیست؟ کاملا. دقت بکنید، خواهش میکنم. اگر شک کردید دقیقاً کجاست؟ آخرای متن نوشته but it obviously، درگیر نشید با obviously، opens up the possibility of a university education to a much wider section of the population than has hitherto received it. خب میگید هیچی نفهمیدم، سه تا واژه غریبه هست اما کلید داره. دقت بکنید خواهش میکنم. much wider population university education، آموزش دانشگاهی برای جمعیت بسیار گسترده تر. خب چی؟ open university. کدوم گزینه؟ 4. میبینید؟ دقیقا همون بود. تازه ما اینم نیاز نداشتیم، اما برای اینکه مطمئن بشیم میخونیم. ممکنه بگید خب چه باید کرد؟ هیچی. اگر از این روش ها استفاده بکنید وقت کافی خواهید داشت توی گرامر، توی واژگان، توی کلوستکست و متون. وقت تلف نکنید، به همه اینا به راحتی خواهید رسید. ما بازم شما رو راهنمایی خواهیم کرد که وقت چجوری تلف نکنید. شما اگر وقت ادبیات رو ندید به عربی، وقت عربی رو ندید به ادبیات، وقت بینش رو ندید به عربی، وقت عربی رو ندید به بینش، وقت زبان رو ندید به همه اینا، راحت خواهید تونست این کار رو بکنید. حالا چگونه؟ مشاورامون شما رو راهنمایی خواهند کرد، تنها نیستید که. خیلی خوب، اجازه بدید یه نمای کامل از متن داشته باشیم دوباره و ببینید عزیزان این نمایی است از متن. خب ببینید کجاها شما خوندیم و به این شکل ما میتونیم اون کابوس رو به یک رویای شیرین تبدیل بکنیم.